سمت، خلیلی هم از سمت چپش تو میره. حالا برای توره، حالا توپش رو جواب میده، علی کریمی در محوطه جریمه، خود کریمی تو سر توپ، باید بزنه در عرض، حالا فرصت توی دروازه، توی دروازه. حاصل جدی ترین و تکنیکی ترین کار علی کریمی در این مسابقه این بود که با یه تیر دو نشون زد، هم پای محسن خلیلی در بازگشت مجددش به لیگ به گل باز شد و هم پرسپولیس در این مسابقه پیش افتاد. درسته که کار رو ما با مثال زدنی خودش رو در این صحنه به نمایش گذاشت. صحنه رو مرور کنیم. علی کریمی یه بار تو سر توپ زد و دو بازیکن رو از پیش رو برداشت، هم لطفی هم معمار رو، و یه لقمه حاضر و آماده برای محسن خلیلی. بازی مطمئنن جذابتر خواهد شد، چرا که پیکان خودش یه بار دیگه اگر تو برد میشه پرسال پای کریمی، تک به تک دروازه‌بان از میشه رو برمیداره، پنالتی، پنالتی علی کریمی. میاد مازیار زاره میزنه ضربه رو برقدرت به مرکز زمین و توی دروازه. پرسپولیس دو، پیکان صفر. اختلاف به عدد دو میرسه برای پیکانی که در نیمه اول به نظر میرسید توانایی جبرانی گل رو داره، اما حالا دو گل رو شاید نتونه به این راحتی جبران بکنه. پرسپولیس فعلا 52 امتیازی است و ببینید به مرکز دروازه زد. اگر محمدی حمله کنه فرانک آتسو و در موقع دفاع اضافه میشه به تیمش، یه موقعیت پشت محوطه جریمه، این ضربه و توی دروازه، توی دروازه. ایمان حیدری 11مین گل فصل او، اختلافش رو با پرسپولیس به یه گل میرسونه پیکان رو. 85 دقیقه، حالا باز هم دقایق باقی مونده، حساس میشه. تعویض مدیر روستاولان جواب میده و ایمان حیدری حساب کار رو دو بر یک میکنه. یه یک و دو رو انجام داد، یه لحظه اشتباه مازیار زاره، سید صالح توپ رو به او برگردوند و به این ترتیب توپ دور از دستهای حقیقی به تکل پیکان تا به اینجای کار منجر شد. و حالا در این دقایق جای خودش رو به نیکبخت میده، نیکبختی که در بازی رفته دو تیم در قزوین دو تا پنالتی رو هدر داده بود. یه فرصت برای توره و توی دروازه، اما آفساید، آفساید اعلام شده. داف خلیج نازه ولی واسه منی تو، واسه همین جایی نری میچخی ما دو، میزنی میبینی چقدر خوش میگذره، بای دافی رو نگاه داره روش میزنه، آخه امشب قراره که با هم باشیم. دافی بیا بیا کنارم راحت بشی، فقط یک شب تو صبح خیلی کار داری، ولی شرط داره فراش نگی که برداری، یا این که برداری فاب بشی و هنو خیلی کار داری، تو که بشی داف اصلا.